درویکای اروپایی برای گرفتن امتیاز از ایران و تحت فشار قرار دادن تهران موضوع تعیین سقف زمانی برای مذاکرات وین را مطرح کرده است رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی میگوید این اقدام با هدف برهم زدن آرامش عمومی در ایران، فشار به افکار عمومی و ایجاد اختشاش روانی در سایر طرفهای مذاکره و جامعه ایران نسبت به زمان و نتیجه مذاکرات است. پایگاه خبری العربی الجدید چهارشنبه به نقل از منابع آگاه ایرانی از تلاش طرف غربی در مذاکرات وین برای تعیین سقف محدودیت زمانی برای مذاکرات هسته‌ای تا پایان ماه دسامبر خبر داد و نوشت که طرف ایران به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده است منابع آگاه ایرانی در گفتگو با العربی الجدید عنوان کردند که طرفهای غربی برای تحت فشار قرار دادن هیئت ایرانی با هدف عقب های قابل توجه و گرفتن امتیاز برای رسیدن به توافق هسته‌ای، به موضوع تعیین سقف زمانی برای مذاکرات وین اشاراتی داشتند. بر اساس این گزارش هیئت‌های های سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان به فشار فشارهایی که از طریق اظهار نظرها و بیانی های مشترک خارج از اتاق مذاکره بر ایران وارد می کنند، آنها را با تلاش برای تعیین سقف زمانی برای مذاکرات وین تا پایان دسامبر تشدید کردند. به گفته منابع آگاه ایرانی، طرف های غربی این تصمیم را بدون هیچ گونه هماهنگی با طرفهای چینی و روسی اتخاذ کرده و نسبت به رفتار های اروپایی در جریان مذاکرات با ایران اعتراض کردند بر اساس این گزارش هیئت ایرانی با قاطعیت با این فشارهای اروپایی درباره تعیین سقف زمانی مخالفت و تاکید کرده که آماده ادامه مذاکره برای رسیدن به توافقی استوار و غیر شتاب زده است به خصوص که در روزهای گذشته مذاکرات خوبی برای تعیین موارد اختلافی انجام شده است. منابع ایرانی تاکید کردند که طرفهای اروپایی تحت فشار آمریکا و اسرائیل حاضر به پذیرش درخواست ایران درباره رفع تحریم ها که اصل مشکلات و اختلافات بان برمیگردد نیستند در حالی که عقب نشینی های بزرگی را از ایران انتظار دارند که فراتر از توافق هسته است. این منابع اشاره غرب به تعیین سقف زمانی را تاکتیکی برای افزایش فشارها بر ایران و واداشتن آن به ترک موضوع رفع همه تحریم ها دانسته و افزودن که این روش اروپایی ها به نتیجه نمی رسد و اوضاع را پیچیده خواهد کرد. نونیوز سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نخستین واکنش ها به این خبر را نشان داده و با انتشار سلسله یادداشت هایی تلاش غرب را با هدف برهم زدن آرامش در ایران توصیف کرده است. نور نیوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر کرده و در این باره نوشته روی کرده زماندار کردن مذاکرات که به صورت هماهنگ از سوی سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات و همچنین در گفتگوهای آژانس با سازمان انرژی اتمی کشورمان پیگیری می شود توسط راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در برخی محافل غیررسمی رسمی با شرکای واشنگتن مطرح شده است. در ادامه این گزارش آمده است اخبار رسیده به نونیوز هاکیز که طرف غربی مذاکرات وین که به گفته مذاکره کننده ارشد کشورمان هنوز حاضر به آغاز فرایند جدی مذاکرات برای برداشتن تحریم ها نشده بهرهگیری از اهرام زمان برای افزایش فشار بر ایران را در دستور کار قرار داده است. نور نیوز آمریکا را فاقد صلاحیت تصمیم گیری درباره تعیین مهلت زمانی برای مذاکرات وین به دلیل خروج از برجام دانسته و نوشته که اتخاذ این روی کرد بدون عقص موافقت سایر طرفهای مذاکره یعنی ایران، چین و روسیه واجد ارزش حقوقی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر اصول و مبانی مذاکرات نیست. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تلاش غرب برای تعیین سقف زمانی در مذاکرات وین را یک تاکتیک مذاکراتی برای تحت فشار قرار دادن ایران خوانده و آن را ای برای متوجه کردن اتهام وقتکشی به تهران به منظور مقصر قلمداد کردن ایران در شرایط عدم توافق احتمالی دانست نونیوز در گزارش دیگری موضوع تلاش غرب برای تعیین سقف زمانی در مذاکرات وین را با هدف برهم زدن آرامش عمومی خواند و نوشت که تعیین ضرب الاجل برای دستیابی به توافق به عنوان معلفه جدید فشار به افکار عمومی و مذاکره کنندگان ایرانی به ادبیات رسانه طرف غربی مذاکرات وارد شده است تکرار رسانه یک کلید واژه ضرب ضمن ایجاد اختشاش روانی در سایر طرف های مذاکره جامعه ایران را نسبت به زمان و نتیجه مذاکرات شرطی کنند روز گذشته علی باغری رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی بار دیگر به شرط وجود اراده در طرف های غربی برای رسیدن به توافق اشاره کرد و گفت که رسیدن به توافق در مذاکرات هسته وین مشروط به وجود اراده جدی و آمادگی عملی در طرف مقابل برای اجرای همه تعهدات مربوط به توافق هسته ای بدون هیچ استثنایی است. او افزود که اولویت اصلی ایران رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران است و تاکید کرد که هنوز مذاکرات در این باره وارد مرحله جدی نشده است شب گذشته نیز نمایندگان دائمی بریتانیا آلمان و فرانسه در سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک به لفاظه های خود علیه ایران ادامه دادند و با انتقاد از مواضع هسته ایران در مذاکرات وین هشدار دادند که ایران و قدرت های بزرگ به سرعت در حال رسیدن به پایان راه توافق برجام هستند این بیانیه که روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرائت شد اتهامات را متوجه ایران کرده و ادعا کرده که برنامه هسته ایران هرگز به اندازه امروز پیشرفته نبوده است و صلح و امنیت بین‌المللی و نظام جهانی منع اشاعه را تضعیف می کند. این بیانیه در ادامه ادعا می کند که ایران از مساله هایی که پس از چندین هفته مذاکرات سخت به دست آمده بود عقب نشینی کرده و در این حال درخواست های حد دکسری بیشتری را ارائه کرده است. ما به نقطه ای نزدیک می شویم که تشدید برنامه هسته ایران برجام را به طور کامل از بین خواهد برد. انتقاد متحری از حمله به مادر ستاره بهشتی علی متحری نماینده ی حدوار مجلس با انتشار توییتی از حمله ماموران نظام به مادر ستار بهشتی انتقاد کرد و نوشت حمله به مادر مرحوم ستار بهشتی پیرزنی که شاید چهل کیلو بیشتر وزن ندارد و فرزندش به خاطر یک انتقاد از نظام در بازجویی نیروی انتظامی به قتل رسیده و داغدار است چه مفهومی دارد آیا برای حفظ نظام بوده؟ قطعا نهادهای های اطلاعاتی می توانند زاربان را پیدا کنند. قوه قضایی مسئولیت سنگینی دارد. چند روز پیش گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی پس از برگشت از مزار پسرش مورد حجوم یک موتورسوار قرار گرفت و دراکه به او به این زن حمله کرده و او را مجروح کردند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار